رسانه بیوتو موویز با افتخار تقدیم می‌کند. بگیر نمی‌خوامش. می‌خوام با اتوبوس برم. چرا؟ من فکر کردم اینطوری بهتره. آخه خیلی عجله داری. نمی‌خواستم وقتت هدر بره. بس دیگه چنار. مگه من باهات چیکار کردم که لایق چنین رفتاریم؟ چرا انقدر داری با هم بد رفتار می‌کنی؟ من؟ بله تو. تو مقصری چون هنوزم سعی داری با هم بدرفتاری کنی. من مقصرم؟ چنار دیگه بس کن. لطفاً سعی نکن به هم دروغ بگی. تو پراک، باور کن من هیچی از حرفای تو نمیفهمم. در مورد یشیما عشقت به اون حرف میزنم. من از همه چی خبر دارم. من هیچ عشقی یا علاقه به یشیم ندارم. آره نداری، برای همین توی حیات داشتی اونو میبوسیدی. حالا که نمیتونی یشیمو فراموش کنی، باشه، منم نمیخوام بیشتر از این مانع عشقتون بشم، پس من میرم. تو هم میتونی خیلی راحت به زندگی که دوست داری ادامه بدی. توپراک، من قسم میخورم که هیچ حسی نسبت به یشیم ندارم. پس چرا بوسیدیش؟ من اونو نبوسیدم، اون منو بوسید. چی کار میتونستم بکنم؟ تازه هیچ حسی بهش نداشتم. فقط ترسیده بودم. ترسیده بودی؟ چی داری میگی؟ آره، ترسیدم. واسه اینکه اصلا نمیخواستم تو دچار سوء تفاهم بشی. ترسیدم که منو ول کنی و بری، چون که من عاشقت شدم توپراک. چی بگی؟ تازه من میخوام یه چیزی دیگه هم بهت بگم. تو هم شنیدی؟ چی رو؟ صدای لاله اومد. نه، اما من مطمئنم که صداشو شنیدم. باید خوبراک، بذار حرف بزنیم. نرو. تازه اگه لاله گریه کنه عایشه مراقب بشه. نه نمیشه. تازه اگه من اونو نبینم خیالم راحت نمیشه. توپراک، اصلا انتظارشو نداشتم نجیب خان. یعنی من این بچه رو خیلی میخوام.
اما از اینکه شما بعد از این اتفاقات چه تصمیمی ممکنه بگیرید خیلی میترسیدم. وقتی خدا این بچه رو به ما داده، نخواستنش گناه محسوب میشه. مهمتر از اون زمرد خانم، وقتی بین ما عشق وجود داره و یه محبت شکل میگیره، این قطعا باید یه ثمره‌ای داشته باشه. حق با شماست. منم به شما قول میدم برای اینکه بچه‌مون سالم به دنیا بیاد هر کاری لازمه انجام بدم. ممکنه یکم عجیب به نظر بیاد، اما من حاضرم هر کاری انجام بدم تا بچه‌مون صحیح و سالم رشد کنه و بزرگ شه. من اصلا در این مورد شکی ندارم. وقتی ما در حسرت بغل کردن و دیدن اون هستیم، خداوندم اونو به ما میبخشه. ممنون. داشتیم لو می رفتیم، نزدیک بود ریحان ما رو ببینه. دیگه رفت. خدایا این چه رزالتیه. خیلی خوبه جا، آروم باش، دیگه گذشت. آره بایدم اینو بگی. مهمه تو کجایی؟ پیش یوسف بودم، گفتم برم پیشش ببینم حالش چطوره. من که خودم الان پیش یوسف بودم، بعدشم رفتم دستشویی. اون موقع رفتی پیشش؟ نه قبلش، شایدم بعدش، خب نمیدونم. ای بابا، خب حالا چی بهش گفتی؟ ریحان خیلی خوشگل شدی. صبر کن مهمت، باید با داداشم حرف بزنم. از دیشب ندیدمش، شاید اتفاقی افتاده باشه. میخوام بدونم چه تصمیمی گرفته. برای امشب همینقدر کافیه. تمرینات امروز و شما خودتون به همین شکل دوباره تو خونه تمرین کنین. متوجه شدین؟ بله. خیلی خوب بود جنسه. خوشحالم که من آوردی اینجا. پس دیگه از کلاس در نمیری؟ نه، اما یه حس خیلی عجیب داشتم. تا حالا فکر نمی کردم که درباره یه بچه اینقدر باید بدونم. واقعا بچه رو درون خودم حس کردم. حالا ببین که چقدر برات مفیده. خیلی زیباست. هر حرکتی رو آدم حس میکنه. به نظر من تو زندگی هیچ حسی بالاتر از مادر شدن نیست. بچه من هنوز خیلی کوچیکه. یعنی الان چیزی رو حس نمی کنم، اما چند وقت دیگه حسش میکنم. به زودی. شما آدم خوششانسی هستین. یشیم دختر خوبیه، خیلی به هم میایین. یلمازم همیشه من همراهی میکنه، اما اگه ازش بپرسین دقیقا نمیدونی که من چند ماه بار دارم. دستت درد نکن عزیزم. خب بچه تو شکم تو داره بزرگ میشه، تو بدن من که نیست. تو میتونی خیلی خوب اونو حس کنی، اما من پدرش. همسرتون درست میگن، یعنی همین که اینجا هستن و شما رو همراهی میکنن خیلی مهمه. برای همین بهتره بهشون حق بدی. خیلی ممنون، خدا رو شکر که بالاخره یکی منو درک کرد. زود به خودت گرفتی. عزیز دلم.
شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. خوشحال شدم. از اینجا خوشم اومد. معلومه، چون دلت نمیخواد که بری. دارم فکر میکنم کاش که چنارم پیشم بود، اون وقت اونم اینجا بود کنار من و بچه‌مون. خیلی خوب، پس تو بمون، من میرم. جانسه، ببخشید، من یادم رفت ازت تشکر کنم. زود باش بیا، بریم لباسامونو عوض کنیم. بیا بریم. باشه. شد که توی این شرایط قرار گرفتم. خدای خودت بهم کمک کن. میشه بیام تو؟ بیا تو. خب لاله بالاخره خوابید، منم اومدم اینجا که استراحت کنم. اگه میخوای بخوابی خب تو بمون، من میرم بیرون. نره توبرک، من باید یه چیزی رو بهت بگم. این دفعه تا تموم حرفمو بهت نزنم اجازه نمیدم بری. نه آخه میدونی من یه دفعه صدای لاله رو شنیدم، واسه همینم اومدم که برای تو خریدم تو پرک. تو اون حلقه قبلی رو واقعی دستت نکردی، مجبور بودی. اما اگه این حلقه رو قبول کنی و دستت کنی، میدونم که خیلی ناگهانیه، میدونم که انتظار چنین چیزی رو نداشتی. من با تو یه قولی قراری گذاشته بودم، یه قولی بهت داده بودم. منو ببخش توبرک، من نمیتونم سر قولم بمونم. میدونی چرا؟ چون که هر وقت تو رو نگاه میکنم میبینم که عاشقتم. شاید به خاطر این حرفایی که دارم بهت میزنم از دستم ناراحت بشی، اما الان میخوام بدونم که همچین چیزی برای ما امکان پذیره. اگه به سرنوشت جفتمون نگاه کنی، هر دوی ما کسی دیگه ای رو تو زندگیمون داشتیم. اما اون واسه من تموم شده، یعنی خیلی وقته که تموم شده، اما من متوجهش نشده بودم.
شاید تو هنوز عشق گذشته تو فراموش نکرده باشی، یعنی هنوز واسه تموم نشده باشه. اما اگه نسبت به من حسی داری یا ممکنه به هم علاقه پیدا کنی، من حاضرم هر چقدر که لازم باشه صبر کنم. میتونی هر چقدر میخوای در موردش فکر کنی. چنار نرو، یعنی تو اینجا بمون، من میرم. خوب بخوابی. شما هنوز نخوابیدین مادر؟ پسرم وقتی شما تو این وضعیت هستین مگه خوابم میبره؟ مادر و پسر یکم با هم حرف بزنیم. چی شده؟ نمیدونم، اینو تو باید بگی. بعد از اتفاق سر سفره به نظر اومد یه فکرایی تو سرته. بیا بریم. بیا. میرم یکم استراحت کنم، امروز روز خیلی سختی داشتم، خیلی خسته شدم. باشه. داداش شما اینجایین؟ خیر باشه. خب میشه صحبت کنی؟ من شما خواهر و برادر رو با هم تنها میذارم، حتما کلی با هم حرف دارین. خداحافظ، شب بخیر. بیا ببینم. کرم چی کار میکنی عزیزم؟ هیچی. شاهزاده من هنوز از من دلخوره؟ کرم یعنی تو اصلا خوشحال نیستی؟ داری برادردار میشی؟ چه برادری مادر؟ تو که میدونی من چقدر ذهنم مشغوله، پس دیگه رو اعصاب من نرو. حداقل به خاطر من که میتونی خوشحال باشی. کرم بهتره که با این موضوع کنار بیای، چون این بچه رو به دنیا میارم. خیلی خوب، پس موفق باشی. داداش کوچولو چیه؟ اتفاقی افتاده؟ نه، فقط میخوام برم یکم هوا بخورم. چیزی شده؟ نه، این تو خانواده تاشکران عادیه، فقط من خستم. امروز با اون دختره چی کار کردی؟ با هم دیگه درس خوندی؟ خب چه حرفایی با هم زدی؟ من کنجکاوم بدونم چیا گفتی. کافیه یشین، از فکر این دختره بیا بیرون. اون دختر به هیچ کس ضرر نمیزنه. تو اینطوری فکر کن، اما وجود اون داره منو آزار میده، میفهمی؟ خیلی خب، پس خوشحال باش، چون اون داره میره. چی؟ کجا؟ داره از چنار طلاق میگیره، میخواد برگرده شهرشون. جدی میگی؟
میدونین که با گرفتن این تصمیم یعنی زمرد خانم انتخاب کردین، یعنی از عشق دوران جوانی و خاطراتتون دست کشیدین، درسته؟ من کسی رو انتخاب نکردم، نمیتونم از اقبال بگذرم، نه از عشق و محبتی که زمرد توی دلم انداخته. فقط این که چون در این زمان این بچه اومده حتما یه حکمتی داره. چی بگم داداش؟ شما اینقدر منو متعجب میکنید که دیگه نمیدونم چه فکری باید بکنم. حتما انتخاب سختیه مگه نه؟ من نمیخوام ذهنتونو به هم بریزم، اما یه موضوع دیگه هم هست داداش. به دنیا آوردن این بچه خطرناکه، یعنی با توجه به سن و سال زمرد خانم احتمال معلولیت بچه زیاده. من خیر و صلاح هر کاری رو به خدا واگذار میکنم. حق دارین، باید سرنوشتی که خدا برامون رقم میزنه رو قبول کنیم، اما اول باید درست فکر کنیم بعدش توکل کنیم، درسته؟ واسه تدبیر کردن خیلی دیر شده، الان وقت تسلیم شدنه. شما بهتر میدونین داداش. اما من ترجیح میدادم زن داداشم رو انتخاب کنید. ولی تصمیم با خودتونه. عزیزم توپراک و چنار دارن طلاق میگیرن، دختره هم برمیگرده شهر خودشون. این چیزا رو از کجا فهمیدی؟ من نمیفهمم. به منم همین الان کرم گفت، توپراک بهش گفته میخواد برگرده شهرش. چه میدونم؟ کرم این چیزا رو به تو گفته؟ از کجا میدونی؟ مامان این چیزا رو ول کن، چه اهمیتی داره؟ اون دوتا با هم دیگه درس میخونن، واسه همینم هم بهش گفته. خوبه، به نظرت این عالی نیست مامان؟ فکرشو بگن، من و چنار دوباره به هم میرسیم. نمیدونی چقدر خوشحالم جانم، خیلی خوشحالم. راستش منم خیلی خوشحالم، باورم نمیشه دختره رو فرستادم خونهش.
بسم الله. خیر باشه توپراک. خیر باشه دختر. چرا این وقت شب؟ سلام خاله، خیلی بهتون احتیاج دارم، فوراً باید با هم حرف بزنیم. مادر، من کاملاً از خودم و احساسم مطمئنم، اینو به توپراک هم گفتم. خب چی شد؟ حلقه رو قبول کرد؟ مادر، باورم نمیشه، حرف ما رو گوش کردی؟ نگرانی مادران از پسرم. درسته که کارم عیبه، اما نمیتونم شما دوتا رو اینطوری ببینم. خب اون چی گفت؟ حلقه رو قبول کرد؟ فکر میکنه، یعنی قراره در موردش فکر کنه. آه خدایا، خدایا خودت این بار کاری کن که پسرم خوشحال بشه. حتما خودت یه حکمتی داشتی که اونا رو سر راه هم قرار دادی. انشالله. پسرم تو اصلا خودتو ناراحت نکن، من خودم در این مورد با توپراک حرف میزنم. نه مادر، خواهش میکنم، شما اصلا باهاش صحبت نکنی، بذارین خودش راجع به این قضیه تصمیم بگیره. خیلی خوب، اما اون دختر نمیدونه باید چی کار کنه، الان نمیتونه خیلی خوب تصمیم بگیره. تو این شرایط خیلی هم براش راحت نیست که این تصمیم مهمو بگیره. ما باید یه جوری کمکش کنیم پسرم. دخترم، اگه اون یه چنین پیشنهادی بهت داده، تو چرا داری وقت منو تلف میکنی؟ خب حلقه رو دستت کن و با شوهرت زندگی کن. من که بهت گفته بودم اگه بخوای کاری رو انجام بدی حتما میتونی. یعنی ممکنه خاله؟ مگه به این راحتیه؟ آه والا، تو کارتو انجام بده، اون وقت میبینی که میشه یا نه. جوابش معلومه، نمیشه خاله. چرا دختر؟ اون مرد عاشق تو شده، اون وقت تو بازم ناز میکنی؟ اگه اینطوری نباشه چی؟ خب یعنی میگه که عاشقم شده، درسته، اما اگه اشتباه کنه چی؟ خاله فکرشو بکن، تو همین چند ماه پیشون یه شیمو میخواسته، حالا من چطوری باور کنم که اون عاشقم شده؟ به نظر من که این حس عشق نیست. پس چیه؟ فکر میکنی چه حسی داره؟ خب من فکر میکنم یه جور وابستگی دوستانه است، چون ما یه مدته که داریم با هم زندگی میکنیم، اونم توی یه خونه و زیر یه سقف. شاید این وابستگی دوستانه رو با عشق اشتباه گرفته. تو از کجا میدونی که حس اون به جای عشق وابستگی به یه دوست توپراک؟ ها؟ مگه تو نزدیکترین آدم به این مرد نیستی؟ وقتی تو اینقدر زود به این آدم علاقمند شدی و اعتماد کردی، چرا اون نباید به تو علاقمند بشه؟ خب آره درسته. مگه بین شما دو نفر چه فرقی وجود داره؟ خب تو هم یوسف رو دوست داشتی، اما ببین الان قلبت داره واسه چنار میزنه. خب مگه این در مورد تو امکان نداشت؟ چرا؟ چون که یه عشق جدید اومد و جای اونو توی قلبت پر کرد، اونم خیلی بیشتر از قبل. تو الان واسه اون مرد مثل یه درمونی، یعنی درد و دوای اون دست توه. هر چقدر که به عشق خودت اطمینان داری، به عشق چنارم مطمئن باش. نه اون اینطوریه و اون طوریه، با این حرفای بیخود فکرتو مشغول نکن. دختر چیه، ساکت شدی؟ چی شده؟ حرف نمیزنی، نمیتونی اعتراض کنی، درسته؟ چون میدونی که حق با منه. نه خب هر چی باشه، شما واسه هر چیزی یه جوابی دارین، برای همین سکوت کردم. خب اگه از من میشنوی یکم فکر کن توپراک. میدونم که یکم برات سخته، میترسی که دوباره دلت بشکنه، اما به این چیزا فکر نکن دختر قشنگم، چون شوهر تو نه مثل سیتکی آدم بد و بدذاتیه، نه مثل یوسف زن دیگه ای رو دوست داره. تازه اون مرد جلوی همه ما عقدنامه رو امضا کرده و شوهرته. یعنی فکر میکنی اگه باهاش باشی گناه میکنی؟ پس دیگه بهتره بهونه نیاری و از این فکرای بی خودم نکنی. باشه؟ دیگه همین وقت شب به هم زنگ نزن، به خدا خیلی هول کردم. آ شبت بخیر، خدا حافظ. آه. خاله صبر کن، من هنوز کارت دارم. خاله میخوام یه چیزی بهت بگم، تنها ناراحتی توپراک همین یشیمه. خب هرچی باشه این دختر همه چیزو در موردش میدونه، تازه بدتر از همه اینه که اون داره از تو بچه دار میشه، سعی میکنه همش دروبر تو بپلکه.
خب وقتی میری به توپراک میگی که عاشقشی، براش خیلی سخته که قبول کنه، بهش حق بده. اما من به توپراک گفتم که همه چیز واسه من تموم شده. خب تو گفتی و اونم باور کرد. اون یه زنه. تو فکر میکنی قبول کردن یه همچین مسئله مهمی برای این دختر کار آسونیه پسرم؟ برای خود ما هم سخته. کی آخه کارای زمرد خانم و یه شیمو میتونه تحمل کنه؟ پسرم تو به حرفای من گوش کن و یکم به این دختره وقت بده. تو این مدت هم از یشین فاصله بگیر تا این دختر بیشتر از این فکر و خیال نکنه. درست میگین مادر. هر کاری یه خیری توشه پسرم. خدا رو شکر که از اون شیطون جدا شدی و با همچین دختر خوبی آشنا شدی، وگرنه این یشیم هرگز تو رو راحت نمیذاشت. ببین الان چه زندگی راحتی دارین. زمانم که بگذره بیشتر به هم علاقه من میشین. انشالله یه خانواده یه خوب تشکیل میدین. انشالله مادر جان. باور کنین تنها خواسته منم همینه. پسرم تو اصلا نگران نباش. خوبه که اینجا این مادر جان. خیلی دلم واسه گذشته ها که دوتایی با هم حرف میزدیم تنگ شده بود. الان دیگه خیالم خیلی راحته. این همش از سایه سر دل پاک توپراک پسرم. اون ما رو دوباره به هم رسوند. انشاءالله که خدا اجرش بده. من دیگه همیشه کنارتم پسرم. تو رو خدا هیچ وقت مادر تو تنها نذار. خدایا تو خودت خیر و صلاح بچه‌مو میدونی. خودت تنهاش نذار و بهش آرامش و خوشبختی بده، همونطور که پسرمو به من بخشیدی. توپراکم به پسرم ببخش. خیر باشه انشالله که این وقت شب. زن داداش خوبی؟ خوبم. مگه تو قبل از شام به هم زنگ نزدی ریحان؟ فکرم پیش شماست، چی کار کنم؟ ممنون دخترم. خب اوضاع خونه چطوره؟ خودتون که میدونین هیچ کس با هیچ کس حرف نمیزنه، درست مثل قبل. چنار و توپراک چطورن؟ خوبن خدا رو شکر. آه ریحان، نمیدونی اینجا چقدر راحتم. نه حرفی نه حدیثی، خیلی آرومه. خدا رو شکر بالاخره از اون خونه و مشکلاتش راحت شدم. همه چیز موند واسه زمرد خانم. اون چی کار میکنه؟ حتما حالا که میدونو خالی دیده داره به خونه حکومت میکنه. بعدن در موردش صحبت میکنیم. خودم میام بهتون سر میزنم. راستش نگران یه چیز دیگه هستم. حالا که شما اونجا موندین، توپراک که باهاتون بدرفتاری نمی کنه. چه دلیلی داره؟ اونا خیلی به من احترام میذارن. هم پسرم هم عروسم، هر دوشون اونقدر خوب با من رفتار میکنن که انشالله خدا از هر دوتاشون راضی باشه. منم وقتی میبینم که اونا قدر منو میدونن، جواب خوبیشونو بهشون میدم. چی میگه؟ خب پس همه چیز خوبه درسته؟ یادتون نره داروهاتون رو سر وقت بخورید. باشه؟ مراقب خودتون باشین. شب بخیر. ممنون دخترم، شب تو هم بخیر. چی شده ریحان؟ دارن جدا میشن درسته؟ دختره کی میره؟ خودت که شنیدی، همین الان باش حرف زدم. این موضوع طلاق رو ول کن. گفت هیچ مشکلی وجود نداره. خب شاید هنوز به اون نگفتن عزیزم. تو چرا به چنار زنگ نمیزنی؟ بگو از کرم شنیدم قراره طلاق بگیرین. سوالتو بپرس و جوابشو بگیر. کرم نگو ریحان، هرگز همچین اشتباهی نمی کنم. نمیخوام با این حرفم چنار رو برنجونم و فکر کنه منظوری داشتم. نمیارین توپلانتی حکومو؟ اوهت. تمام، ارده ارینیرز نهین نه اولدانو. میدونی به چی فکر میکنم؟ دختره میره، از هم طلاق میگیرن، چنارم واسه من میمونه. اصلا نمیخوام با این حرفم تو رو ناراحت کنم، اما
با داداشم حرف زدم. مادر تصمیم گرفته که بچه رو به دنیا بیاره. داداشم هم موافقه. بس کن ریحان، مشکل تو چیه؟ بذار هر کی هر چی میخواد بگه، فقط به منو چنار کاری نداشته باشن. حالا دیگه هیچ کسی هم نیست که بتونه مانع ما بشه. نمیدونی چقدر خیالم راحته. بفرمایین آقا. خیلی ممنون عایشه. شبتون بخیر چنار. شبتون هم بخیر. زود باش توبرک، تو میتونی. من عاشقت شدم. ترسوندمتون؟ نه، آخه تو یه دفعه پشت سرم ظاهر شدی. بفرمایین یکم آب بخورین. نه ممنون. خانم اگه دنبال چنارخان هستین تو اتاق لاله خوابیدن. نه من نیومدم دنبال اون، خواستم قبل از خواب یه سری به لاله بزنم. باشه، اگه به من احتیاج نداریم برم بخوابم. باشه، برو خوب بخوابی. چنار، بیا تو موویز.
خب شاید فردا صبح. چنار، تو بودی مگه نه توپراک؟ بالای سرم بودی، نوازشم کردی، درسته؟ خواهش میکنم نگو که خواب میدیدم. ولی من فکر کردم که تو خوابی. دستات داره میلرزه. الان فهمیدم چه وقتایی دستات میلرزه. چقدر دلم میخواست این برو دوباره حس کنم. چنار سب کن. ببخشید عجله کردم، نه؟ ازم دلخور شدی؟ نه ناراحت نشدم، اما من نمیتونم، یعنی فعلا نه. دلت نمیخواد؟ نه موضوع این نیست، اما الان نمیتونم چنار. منم برای همین خیلی تو رو دوست دارم، برای اینکه اینطوری هستی، انقدر پاک و معصومی، واسه اینکه هر وقت به چشات نگاه میکنم چشات از من فرار میکنه.
میشه یه چیزی ازت بخوام؟ اگه قول بدم بچه خوبی باشم، میتونم کنار تو بخوابم؟ چنار، تو کی بیدار شدی؟ یه نیم ساعتی میشه، اصلا نمیتونم ازت چشم بردارم. صبح بخیر همسر قشنگم. حتما گرسنه ای، من میرم برات صبحونه آماده کنم. نه صبر کن، یعنی گرسنم هست اما من میخوام واسه تو درست کنم. اما من باید این کارو بکنم. چرا؟ نکنه این یه قانونه؟ من که جای این قانون رو نخوندم. من صبحونه رو حاضر میکنم، اعتراضم قبول نمیکنم. میخوام یه املت خوشمزه برات درست کنم، یه صبحونه عالی برات درست میکنم، قول میدم. پنیرم رو املت بریزم؟ آره بریز. صبح بخیر پرنسس، صدات خیلی خوشحاله. آره چون خیلی خوبم جان. سل، حالت تعبومم دیگه تموم شده. تا یک ماه دیگه کاملا رفت میشه. جدی؟ خب این خبر خوبیه. یاشیم، کلاس امروزت ساعت چنده؟ امروز با دوستم یه قراری دارم، میخوام ساعتشو بدونم. تو به کارت برس عزیزم، ممکنه دیگه لازم نباشه با هم بیای سر کلاس. یعنی میگی من تو رو اونجا تنها بذارم؟ نه قرار نیست تنها بمونم، نگران نباش. نمیفهمم. خب منو چنار قراره با هم آشتی کنیم. خوشحالم. منم خیلی خوشحالم جانسل. پس بذار یادآوری کنم، واسه آزمایش خون و تست قربالگری باید بیا اینجا. باشه باشه حتما میام. میبوسمت، خداحافظ. خداحافظ.
چشای قشنگ تو، چشای قشنگ تو. خب اینم آماده شد. خیر باشه پسرم. مادر، توپراک پیشنهادم رو قبول کرد. خدا رو شکر. خدا هیچ وقت این لبخندو از رو لبات نگیره پسرم عزیزم. توپراک پیش من میمونه، هیچ جا نمیره، نگران نباش. پس من املتو میبرم تو حیات سر میز. باشه، صابونه رو تو حیات میخوریم. باشه بسیار. شما اونو ببرین، من بقیه وسایل میارم. اوه چشایش. مربت، میخوام تمام وسایل اقبال خانومو جمع کنیم. شرمین، دوتا از نگهبانا رو خبر کن بیان این وسایلا رو ببرن بذارن تو انبار پایین. چشم زمرد خانم. زمرد خانم، قبل از اینکه این کارو بکنین باید از اقبال خانم اجازه بگیرین. اینجا اتاق ایشونه. انگار تو هنوز متوجه نشدی مروت. خانم این خونه الان منم. نیازی هم نیست به کسی حساب پس بدم، حالا فهمیدی؟ زود باشین، زود باشین، برین سر کارتون. اینجا چه خبر زمرد خانم؟ عزیزم، میخوام برای بچه‌مون یه اتاق آماده کنم. واسه بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده چه دلیلی داره که این کارو بکنه؟ به نظرم این اتاق خیلی مناسبه. تازه اقبال خانومم دیگه پیش چنار زندگی میکنه، پس میتونیم اینجا رو واسه بچه‌مون تغییر دکور بدیم. طبقه بالا اتاق دیگه‌م هست. یه اتاق دیگه انتخاب کنیم. اینجا اتاق اقبال خانومه. اما فکر کردم که دیگه اقبال خانوم برنمیگردن اینجا. فعلا اینطوره زمرد خانم. یکم که اقبال خانم آرومتر بشن خودم راستشون میکنم، چون ما هر تصمیمی که در مورد زندگیمون بگیریم اقبال خانم باید کنار ما زندگی کنه. جدا شدن ایشون زیاد طول نمیکشه. آی نبی خوشگل من، خوشگل مادر بزرگ. ببین عزیزم، مادر بزرگ بسید عروسک آورده. قربون خندات برم دیزت دلم، قربونت بشم. صبح خیر. صبح خیر دخترم. صبح خیر دختر قشنگم. امروز حال چطوره ها؟ سرحالی؟ او پرنسس کوچولی من، امروز هممون سرحالیم، خدا رو شکر. خب امروز فشار خونتون اندازه گرفتین؟ چطور بود؟ مشکلی که نداری؟ گرفتم دخترم، گرفتم. خوب بود دختر. از این به بعدم فکر کنم حالم بهتر میشه، یعنی حدس میزنم. انشالله. انگار دارو تاثیر داشتن. دارو و پزشک من شما سه نفرین عزیزم. چنار یه چیزایی رو به من گفته. راستش من خیلی از حجب و حیای تو خوشم میاد، خیلی دوست داشتنیه. من یه سر میرم آشپزخونه ببینم شاید به کمکم نیاز داشته باشن. خیلی خوب، برو ببین چنار چی داره حاضر میکنه. خیلی خوشحالم که اینقدر پر انرژی شده. فیروزه خوشگل من، نبی نازنین من. صبح خیر عایشه، چه خبر؟ کمک نمیخواد؟ نه خانم، چنار خان همه چیز آماده کردن. واقعا؟ آیش اگه بقیه چیز حاضره بیارش. چرا اینقدر زحمت کشیدی؟ دست درد نکنه. من اومدم اینجا کمکت کنم، اما انگار خودت همه چیز آماده کردی. خب بخور ببین چطور شده. اگه خوشت اومد من درست کردم، اگرم خوشت نیومد آیشه درست کرده. خیلی خوشمزه شده. از کجا یاد گرفتی اینو درست کنی؟ خب من چند سال تو آمریکا تنها بودم، برای همین آشپزی رو خوب یاد گرفتم. خیلی خوشمزه است، دست درد نکنه. چی کار میکنی چنار؟ صبر کن. چی کار میکنی؟ یه وقت مادرت میبینه. صبر میشه. ای
این حلقه رو همیشه نگه دارم. هیچ وقت درش نمی باشه. باشه، درش نمیارم. چنارخان، اقبال خانم پرسیدن صبحانه حاضره؟ خیلی خوب، حالا که اینا هم اومد و همه چیز حاضره، چیزی کم نیست، خودم صداش میکنم. مادر. اوف مامان، اومدم. آیشیم عزیزم، چرا اینقدر عجله داری؟ کجا مونده بودی مامان؟ من یه ساعته که اینجا منتظرتم. من که نمیفهمم عجلت واسه چیه. خب میخوام قبل از جلسه چنار رو ببینم مامان. یه دقیقه صبر کن، واقعا دارن طلاق میگیرن؟ نمیدونم، وقتی بریم تو جلسه میفهمی. امروز خیلی خوشگل شدی. مرسی. هیجان داری؟ خیلی خیلی خوبه. ببینم خوشتیپ شدم. خیلی خوشتیپ شدی، حرف نداری. لباسم که کوتاه نیست. نه عزیزم، خیلی خوبی، هیچ اشکالی هم نداری. انشالله تو تمام کارات موفق باشی پسرم، به خدا میسپرم. آمین مادر جان، ممنونم. فقط مادر، میبینم که دیگه عادت بدرقه کردن با آبو ترک کردی. من این کارو به عروسم سپردم عزیزم، اون هر طور که دوست داره شوهرشو بدرقه میکنه. خب دیگه، خدافظ مادر جان. به سلامت پسرم. اگه تو همینطوری بخوای تا دمه در منو همراهی کنی، من نمیتونم برم سر کار. توپراک، میگم چطور امشب با هم بریم بیرون؟ میریم شام میخوریم، بعدش هم میریم سینما یه جایی. بیا امشب خونه بمونیم. چرا؟ آخه درست نیست مادرتو توی این شرایط تنها بذاری. باشه، شب میبینمت. خدافظ. البته نمیدونم چطور باید تا شب دوری تو تحمل کنم. من میرم اتاق جلسه. باشه، منم یه سر میرم پیش چنار. خیلی خوب، باشه. سلام چنار خان، تو اتاقشون هستن؟ صبح بخیر. صبح شمام بخیر. تو چت شده دختر، دیشبم یه جوری بودی، امروز صبح سر میز صبحونه اصلا سر حال خوشحال نبودی. اگه به حاملگی مربوط میشه فکر نمی کردم برات مهم باشه. اشتباه میکنید زمرد خانم، ممکنه با شما تو یه شرکت کار کنم، حتی میتونم تو یه خونه کنار شما زندگی کنم، اما این باعث نمیشه خانوادگی شما رو دوست داشته باشم. وقتی فکر میکنم که شما قراره یه ایلگازو به دنیا بیارین، خیلی بیشتر از اونی که تصور کنین ناراحت میشم. خب حالا فهمیدم، طبیعیه، نمیخوای کسی تو خاندان ایلگاز نفوذ داشته باشه، حق داری. حسادتو خیلی سخت میشه کنترل کرد. البته این فکر شماست، اما میخوام یه چیزی رو بهتون بگم. به نظرم کار درست اینه که داداشم شما رو ول کنه و با زن داداشم ازدواج کنه، و به شما قول میدم هر کاری که لازم باشه انجام میدم تا داداشم هم این موضوع رو بفهمه. فکر میکردم جنگی بین من و تو وجود نداره، اما انگار وقتش رسیده ریحان.
خانوما، یه خبر فوق‌العاده براتون دارم. چیزایی که شنیده بودیم همش درسته. چنار واسه یه برگشتن توپراک بلیت هواپیما گرفته و مهمتر این که بلیتش رفته، یعنی دیگه خیالمون راحت میشه. من میرم پیش چنار. خیلی وقته که اینقدر احساس خوشحالی و خوشبختی نکرده بودم مهمت. کاملا معلومه، چشماتم داره میخنده. واسه امشب یه برنامه خیلی خوب دارم، امیدوارم خوشش بیاد. به هم بگو چه برنامه ای داری؟ صبح بخیر. صبح بخیر. همه واسه جلسه حاضرن؟ بله، همه تو اتاق جلسه هستن. خب حالا که همه گی خوشحال و سرحال هستیم، چطوره بریم و جلسه رو شروع کنیم؟ خوبه؟ تو امروز سرحالی؟ آره خیلی خوشحالم، تازه فکر نکنم چیزی بتونه خوشحالی منو خراب کنه. خب پس بهتره زود بریم جلسه رو برگزار کنیم چون خیلی کار داریم. خیلی خوب باشه، حق با توه. فقط این که شما به ما اثبات کردین همکاریمون با شرکت شما کار خیلی درستی بوده. بعد از اون جلسه قبلی همه دارن در مورد کار شما صحبت میکنن، به تبریک میگم. خب شما که قابلیت‌های بالای ما رو نمیبینی. عزیزم چرا زحمت کشیدی؟ زحمتی نبود مادر جون، بفرمایی. نوشه جان. ممنون دخترم. به نظرم این که شما تصمیم گرفتین با هم باشین خوبه. فکر نکنی فضولم، خیلی خوشحال شدم. این چه حرفیه مادر جون، شما خیلی مهربونی. من واسه همین صداقت تو رو دوست دارم عزیزم. اون روزی که تو بیمارستان بودم و تو به هم گفتی مادر، فکر کردم اینو از ته دلت گفتی، یعنی اصلا به ذهنم نرسید که تو واقعا عروسم نیستی و داری برام نقش بازی میکنی. میدونم از مادرت دوری، من جای اون نیستم، اما منو مادرت بدون. اگه مشکلی داری بیا پیشم، دوست دارم مثل یه مادر و دختر باشیم. مادر جون خیلی ازتون ممنونم. عزیز دلم تلفنم داره زنگ میخوره، با اجازتون جواب میده. باشه عزیزم. بله خاله جون. دختر بعد از تماسی که نصف شب گرفتی، امروز با خودت نگفتی خالم نگران وضعیتمه و باید یه زنگی بهش بزنم؟ ببخشید خاله جون، من دیشب با چنار حرف زدم. ها؟ ببینم، نگو که بهش گفتی نه. نه معلومه که این حرفو نزدم، من حلقه رو دستم کردم، یعنی همین الانم دست. خب حالا شد، به خدا دیگه جدا خیالم راحت شد. خیلی وقت بود که در حسرت شنیدن یه خبر خوب بودم. چطور مگه؟ نکنه اونجا اتفاق بدی افتاده. خب جلسه تموم شد، خیلی ممنون. ممنونم. خب اگه اجازه بدین من فوراً برمیگردم شرکت. خداحافظ. خداحافظ جنر. خداحافظ مهمت. میشه یه برنامه شام با آذربایجانی ها بذاری؟ ازت ممنون میشم. باشه. چنار میشه 5 دقیقه با هم صحبت کنی؟ حتما. خیلی وقت بود که اینقدر تو رو خوشحال ندیده بودم. قبل از جلسه ازت نپرسیدم، اما انگار حالت خیلی خوبه، درسته؟ آره خیلی خوبم، هم خوشحالم هم آرامش دارم. اگه نگیم کاملا مشخصه. من خب میخواستم در مورد یه موضوعی باهات صحبت کنم. وقت داری حرف بزنیم؟ حتما، اگه دوست داری میتونی بیای خونه ما، لاله رو میبینی.
باشه، پس امشب میام خونتون. باشه. مادر. بگو پسرم. میخوام امشب یه کار خاص واسه توپراک انجام بدم، اما به کمک شما احتیاج دارم. باشه پسرم. باشه عزیزم، شب تو خونه میبینمت. ریحان صبر کن، الان با چنار حرف زدم، امشب منو دعوت کرد خونش. فکر کنم نمیخواد منتظر رفتن توپراک بمونه. خب ازش پرسیدی چه تصمیمی گرفتن؟ چرا نگو ریحان، دیشبم که بهت گفتم من دلم نمیخواد که از چنار بپرسم چی کار میکنی، برنامه چی و چه تصمیمی داری. تازه معلومه چه اتفاقی میفته، میخوام همه چیز خوب پیش بره، یعنی مطمئنم این بار من برنده میشم. راستش بعد از این همه اتفاق تو چطور میتونی اینقدر مطمئن باشی؟ بس کن ریحان، همه چیز داره کم کم درست میشه. با هم خوب حرف میزنیم، آشتی کردیم، دیگه چی بهتر از این میخواییم؟ فعلا فقط میخوام به چیزای خوب فکر کنم. ببین ریحان، وقتی که توپراک بره من جاش میرم تو اون خونه، اون وقت منو چنار یه خانواده واقعی رو تشکیل میدی. خیلی خوب، خوبه. داری میری شرکت؟ چطوره اول بریم یه چیزی با هم بخوریم؟ عزیزم آقا گاوه چی میگه؟ میگه ما بگو ببینم. ها؟ داری انگشترم رو نگاه میکنی؟ بابات برام خریده، خوشت میاد؟ من که خیلی دوستش دارم. چی کار میکنی دخترم؟ دارم لاله رو میخوابونم مادر جان. مادر بودن خیلی بهت میاد میدونستی؟ انشاءالله که تو با چنار به زودی بچه دار میشی. هنوز واسه گفتن این حرفا خیلی زوده، ما فعلا لاله رو داریم. درسته، اما اگه یه بچه دیگه بیاری اون وقت نفهم تنها نمیمونه. من نمیدونم بعد از نازلی میتونم بچه دیگه به دنیا بیارم. هنوز گنشو فرموش نکردم. خدا غم از دست دادن اولاد و نصیب هیچ پدر و مادری نکنه. میدونم چقدر برات سخت بوده، اما میدونی چیه توپراک؟ دوای هر کسی دست خودشه، یعنی چارش دست خودشه. مادر جون چی شد؟ نه من خوبم دخترم، فکر کنم ساعت خوردن داروام شده. الان میرم براتون میارم. نه دخترم، من همه داروهایی که دکتر داده بود و خوردم، فکر کنم باید دوباره برم داروخونه. باشه حتما، پس من به عایشه میگم مراقب لاله باشه، اون وقت ما میتونیم بریم داروخانه. باشه، پس من الان به راننده زنگ میزنم. باشه مادر جون. عایشه، فیروزه، دیدی چطوری توپراکو کشوندم بیرون؟ ببینیم که از سورپرایز پدرت خوشش میاد یا نه. سید کی داره زنگ میزنه؟ روز بخیر یاشیم خانم. خیلی وقته که ازتون خبری نیست. من گفتم یه زنگی بهتون بزنم و یه خبری بگیرم. خب چه خبر، اوضاع چطور پیش میره؟ الان نمیتونم حرف بزنم، بعدا صحبت میکنیم. جدا؟ شاید فردا هم که شما به من زنگ میزنید و با هم کار دارین منم حالم خوب نباشه، اون وقت بی‌حساب میشی. پس مواظب رفتارتون باشین خانم محترم. گوش کنین سیتکی خان، متاسفم اما فکر نکنم دیگه لازم باشه که به شما زنگ بزنم. یعنی چی لازم نیست؟ همین که شنیدی، چنار داره توپراکو میفرسته شهر خودش، یعنی به زودی از هم طلاق میگیرن. فکر کنم دیگه به شما احتیاجی نداشته باشم. خداحافظ. سیدکی ببین چی واسه پسرمون خریدم. یه مغازه دست دوم فروشی هست، از اونجا خریدم. ببین چقدر تمیزه سیدکی، نگاه کن.
خب البته ارزونم نبود، همه پولو بابتش دادم، ولی مهم نیست. تو چی کار کردی؟ همه رو خرج کردی؟ آره خرجش کردم، تو گفتی همشو خرج کن، منم کردم. خب من غلط کردم با تو، حداقل قبلش میپرسیدی. چی رو باید میپرسیدم؟ خب لازم داشتم خریدم. باشه همین الانم میری میفروشیش و پولشو میاری. نه خیلی نمیفروشم، خیلی هم لازمش داری. هر جا میریم این بچه خسته میشه، از این به بعد میذاریم تو کالسکه و میبریمش بیرون. خوبه، پس از این به بعدم بذار تو این کالسکه زندگی کنه. آه سیدکی، سیدکی ببینم چی داری میگی هان؟ مگه نگفتی دارم پول در میارم؟ پس چرا ناراحت شدی؟ مگه بهم قول ندادی مشکل مالی نداشته باشیم؟ پس چی شد؟ دروغ بود. دروغ بود؟ یعنی چی؟ مگه نگفتی دوستم کمکم میکنه؟ زن تو حرف تو سرت نمیره؟ اون دوست و کار و پول همش دروغ بود، فراموشش کن. من میرم بیرون، دیر میام، منتظرم نباش. خالم زنگ میزنه، شما برید، من الان میام. باشه من منتظرتم عزیزم. چیه سیدکی؟ چی میخوای؟ مگه من نگفتم دیگه بهم زنگ نزن؟ اون شوهر به درد تو نمیخوره توپراک، دیگه همه چیز تموم شد. چرا داری چرن میگی سیدکی؟ اون مرد قدرتو ندونست، درسته؟ ببین اصلا لازم نیست برگردی شهر، همینجا بمون، من خودم یه خونه برات میگیرم. من فقط به خاطر تو این همه راه اومدم استان. دوباره مثل قبل با هم زندگی میکنیم، چطوره تو؟ من قرار نیست جایی برگردم سیدکی، تازه خیلی هم با شوهرم خوشبختم. از زندگی من برو بیرون، راحتم بذار. به خدا هر کدومتون دروغ گفته باشین خیلی براتون بد میشه. خب ببخشید که منتظرتون گذاشتم. استغفر الله دخترم، سلام منو به خالت میرسوندی توپراک. اقبال خانوم ما میبریم پیش دکترشون، دکتر وهاب بودن درسته مادر جون؟ آره درسته، قبلش میخوام یکی از دوستامو ببینم، خودم آدرسو به هایری دادم عزیزم، بریم. باشه. بفرمایی نجیب خان. اقبال خانم هستن دخترم؟ خونه نیستن، همین الان با توپراک خانم رفتن بیرون. جدا؟ خیلی خوب، میشه وقتی اومدن اینا رو بهشون بدیم؟ لاله چطوره؟ خوبه آقا، ولی الان خوابیده. باشه دخترم، روز بخیر. روز شما هم بخیر. درست مثل تو شدم که همش میخوردی. خب به خاطر حاملگی عزیزم طبیعیه.
فقط من دیگه باید برم. مگه قرار نیست با هم بریم شرکت؟ میخواستم بیام اما غذا خوردنمون خیلی طول کشید. باید برم واسه امشب حاضر شم. خداحافظ. امیدوارم دوباره حالت گرفته نشه. مادر جون؟ بله. دوستتون اینجاست؟ آره، فکر کنم تو اون قایق باشه. وای، چه هوای خوب و آفتابی. حتما دلتون خیلی براش تنگ شده. خیلی وقتی که ندیدینش. راستش دخترم، اصلا وقت هیچ کاریو ندارم. خب دیگه، تو جلوتر برو، منم پشت سرت میام. مادر جون چی کار میکنی؟ مادر کاپیتان صبر کنی، لطفا صبر کنی. لطفا صبر کنین، مادرم هنوز سوار نشدن. نمیشنوین؟ مادرم هنوز سوار قایق نشدن. صبر کنین. فکر نکنم قرار باشه با ما بیان. چنار، واقعا منو غافلگیر کردی. چون که میخواستم امروز با همسرم تنها باشم. اما نباید این کارو میکردی، مادرت تو ساحل تنها مونده. اشکالی نداره، اگه قبلش بهت گفته بودم تو میگفتی لاله تنهاست، مادر تنها میمونه و اصلا نمیومدی. بیا اینجا. من دلم میخواد تمام روز چشمای همسرم رو ببینم، حتی تمام شب. Kaybedecek zamanımız yok sevgilim, bizi bundan sonra mutluluk ifade ediyor. Bırak bizi kendi halimize, aşka borçlu kalmayalım. Ayrılığın esiri olmak yerine her saat her dakika göz göze yan yana kalalım. Benim senden başka kimim var ki yalancı rüyalara kanmayalım. Ecel kapıyı çalmak zorunda kaldım. Bana son sözün ne diye merak ediyorum. Hayatın gerçekleriyle karşılaştığımda cennetin kapılarında bekliyorum. Sen beni gülümseten bir meleksin. Zamanımız yok sevgilim, bizi bundan sonra mutluluk ifade ediyor. Bırak bizi kendi halimize, aşka borçlu kalmayalım. Ayrılığın esiri olmak yerine her saat her dakika göz göze yan yana kalalım. Benim senden başka kimim var ki yalancı rüyalara kanmayalım. Ecel kapıyı çalmak zorunda kaldım. Bana son sözün ne diye merak ediyorum. Hayatın gerçekleriyle
karşılaştığında cennetin kapılarında bekliyorum. Sen beni gülümseten bir meleksin. خیلی داغه. من که گفتم مراقب باش. حواست کجاست؟ بذار من برات تیکش کنم. نمیدونی چقدر ماهی دوست دارم. ببینم قزلالو هم دوست داری یا نه. الان امتحان میکنم. صبر کن اونطوری نه. اول باید با دست تیغشو برداری. تو که با طعم لیمو مشکلی نداری؟ نه. بیا بگیر. اما تو زحمت نکش، من خودم میتونم درست کنم. بذار من اون کاری که خودم میخوام انجام بدم. باشه بیا بگیر. خیلی خوشمزه است. خیلی خوب، حالا صبر کن یه ذره سالاتم برات بذارم. Zamanımız yok sevgili. وقتی شما رو نمیبینم آرامش ندارم. قبل از خوشگذرونی با همسرتون این فکر رو میکردین. خدا رو شکر من اینجا بدون شما آرامش دارم. پررو تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم لاله رو ببینم اقبال خانم، با اجازه. اگه میخوای فیروزه رو ببینی باید روز بیای اینجا. این وقت شب که بچه بیدار نیست، خوابیده. جدی میگی؟ خیلی خوب، پس من میرم با چنار صحبت کنم، باهاش کار دارم. دنبال یه بهونه ای هستی که بیای تو این خونه؟ چنار خونه نیست. اقبال خانم لطفاً به من دروغ نگی. من میدونم که چنار خونه است، چون خودش امشب دعوتم کرده. بی ادبی نکن. زن گنده چه دلیلی داره دروغ بگم؟ چنار خونه نیست همین. تازه اگه خونه بودم تو رو راه نمی دادم. چرا دست از سر این دوتا بر نمی داری؟ زود باش شرتو کم کن، از این خونه برو. فکر به هم زدن خوشبختی اینا رو از سرت بیرون کن، برو. تو رو خدا منو نخندونی. از کدوم خوشبختی دارین حرف می زنین؟ یه ازدواج دروغی چطور می تونه کسی رو خوشبخت کنه؟ به زودی هم قراره طلاق بگیرم، پس بهتره بس کنیم. اونا خیلی هم با هم خوشبختن، حتی همین الانم دوتایی با قایق رفتن خوش بگذرونن. تو چی میگی؟ دریا چقدر شبا قشنگه، نگاه کن همه جا برق میزنه. ای ببین یه ستاره دنباله دار، دیدیش؟ اونها کجاست؟ از اون طرف رفت. نه نتونستم ببینمش، حیف شد. تو چطوری متوجه شدی؟
شب بخیر. شب بخیر. شما میدونین قایق چنارخان کجاست؟ ایشون امشب با همسرشون با قایق رفتن. احیانا به شما نگفتن کی برمیگردن؟ رفتن گردش. خب تو هر وقت که بخوان میمونن. به من که چیزی در این مورد نگفتن. آها ببین یه ستاره دنبال دارم. آره دیدمش. خب یه آرزو بکنی. باشه. آرزو کردی؟ آره. چه آرزویی کردی؟ نه نمیگم چه آرزویی کردم. چرا؟ اگه بگم برآورده نمیشه. باشه. اما من میتونم بگم، چون آرزوی من دیشب برآورده شده. این حرفی که میگم و یه نفر بهم گفت، عشق اول تو زندگی همه خیلی مهمه، خیلی قشنگه، فراموش نشدنیه، اما مهمتر از اون عشق آخره، چون که آخرین نفساتو کنار اون میکشی و تا وقتی که زندگی در کنارت. توپراک، تو عشق آخر منی، همیشه پیشم بمون، هیچ وقت دستامو رها نکن. دلم نمیخواد بدون تو زندگی کنم. میخوام که تو همیشه کنارم باشی تو پرک. میدونم عشق ما مثل بقیه عشقا نیست. هر دومون قبلا یه بار ازدواج کردیم. اما باور کن، تا امروز احساسمو کنترل کردم و حال خودمو نفهمیدم. بعد از این همه اعترافی که کردم، هرگز حس نکرده بودم که روحم متعلق به توه. حالا وقتشه تو چشای من نگاه کنی و به هم بگی چه آرزویی کردی. باشه. تو را آرزو کردم. بالاخره تشریف آوردی؟ ببینم تو هر روز اینجا چی کار داری؟ تو چی فکر میکنی چنار؟ چطور میتونی این کارو با من بکنی؟ چطور میتونی این کارو با جفتمون بکنی؟ اصلا نمیتونم باور کنم. چطور میتونی عشقمون رو نابود کنی چنار؟ وقتی هنوز منتظرتم تا دوباره با هم باشیم، چطور میتونی با اون دختر ادامه بدی؟ دوباره شروع نکن. برای من هرگز تموم نشده چنار. من واسه یه نجات تو به هیچی فکر نکردم و خودم رو تو آتیش انداختم، چون میخواستم عشقمون رو نجات بدم. من زندگیمو به خطر انداختم. انکار نمی کنم چیزی بین ما وجود نداشته، اما الان زندگی توپراک و جلوی من قرار داده. من با اون خوشحالم، آرامش دارم، نمیخوام کسی اینو به هم بریزه. یشیم
تو هم برو سراغ زندگی خودت، کسی رو پیدا کن که دوستت داشته باشه. من هیچ کس دیگه یا نمیخوام احمق، من عاشق تو هم، اینو بفهم. آروم باش ششین، حق نداری اینطوری صحبت کنی. ارائه شده توسط وبسایت بیا تو موویز.